سلام بینندگانی عزیز، هفتنامه اویلا تصمیم گرفته است که به تازگی سامانه خود را افتتاح نماید و عین زمان ما در استودیای قرار داریم که من بعد مرکز پخش برنامه ها برای شما بینندگان گرامی و مخلصان هفتنامه اویلا میگردد. هنوز این استودیای ما با پورگی آماده نشده است، ولی ما قرار دادیم با دعای نیکی هنرمندی مشهور قابل جان ظریف فعالیت خود را آغاز نماییم در این استودیا. و آقای قابل جان، من شما را خیر مقدم میگویم، خوش آمدید. سلامت باشید. من بسیار سرفراز هستم و اویلا را دوست میدارم و امروز و کشادشوی افتیهایی سامانی اویلا تمامی همین خوانندگان اویلا را تبریک میگویم و دعا میتیم که این یک با یک بردی اویلا میشود. خوب، ما در روزهای اول سال در نوروزی اولا مفروز قرار داریم و نوروز تا 14 بدر ادامه میابد. میخواستم دونم که نوروزی شما چیگونه گذشت، در کجان را پیشواز گرفته؟ نوروز شد و شکوهی دیگر آمد، حسنی دو جهان به ملکی تاجیک آمد، پیرانی کهند و آیی نوروزی دید، فیض و برکت به خانه و در آمد. نوروزی من از پایتخت سر شد و سانیان در ولایت سغد بودم، در چندین نوروزی ها برآمد کردم، همین دعای پیرای گرفتم. نوروزی تاجیکستان به تمامی تاجیک زبانان تبریک میگویم. خب، در شهر تاشکند با افتخار جشن نوروز 7 تن سومالک میپختند. شما سومالک دوست میدارید؟ البته. از همه سومالک بهترین رو در کجا خورده اید؟ در پایتخت. در پایتخت. خودی اویلتون، یعنی همسرتون، از عهده پختن سومالک میبرد؟ البته. کدام زنی تاجیک نمیبرد؟ تمام زنهای تاجیک سومالک میپزند. تمام مادری تاجیک سومالک میپزند. خب، نوروز چون برای مردم اوریای نژاد این آغاز سال نو است، در آغاز سال نو هر یک انسان به فعالیت یک ساله خود، به عمر یک ساله خود، یک نو بها میدهد، تحلیل میکند. و اگر شما یک سال حیات قابل جان ظریف را امروز تحلیل کنید، چگونه در میابید؟ کدام بردها داشتید؟ در کجا نسبتا باخت بود؟ یک سال پیش من در همراه فرزند عزیزم در کاخ فیلهارمونی دولتی جمهوری تاجیکستان 24 مرد یک کنسرت نوای عالم افروز را پیشکش مخلصان گردوندم که در دل دیدی مخلصان جا شد. و این سالم در ناحیه ظفرآباد بودم، در ناحیه مچا بودم، در ناحیه سپیتامین بودم و در ناحیه آوازدار رودکی بودم. و همین خیلی نوروزی من، سال من همین خیلی بسیار خوش گذشت. و دهم نوامبر همراه فرزند عزیزم میخواستم که در ولایت سغد در قصر کمال خوجندی یک کنسرت خوبی برپا کردیم که اینم در دلی دیده مخلصا جا شد. در مورد همون کنسرت میگویند که در خوجند شما رو به قول کیدت کردن، یعنی شما در کنسرت برآمد کردید و موزیک مهنتتون ندادن؟ مهنت همیش تغری بود، همیش، یعنی فقط یک آوازه بود؟ حسابی آوازه هست، آوازی مردم هست، حسابی به حساب همون کنسرت من یکون کیدت هم نشدیم، کیدت هم نمیشه. عموما وقتی که در باره شما یکون آوازه نخوش پهن میشود، شما از این آوازه رو چگونه قبول میکنید؟ چیکار کنید؟ آوازه این همین آدم که به قله های کم کم بلند برومد آوازه میشود. اگر همین میگوین که درختی قاقه بریده میپردم، درختی پختگیه میجمونم. برای همین و یک کمی آدم که آبرو گرفت آوازه میکنن. خب، در مورد رقابت در جوده صنعت، رقابت ها خیلی زیاد هستند، شما دشمن دارید؟ یعنی چه بالا خدا میداند، یعنی خودتون یکم دشمنی رو احساس نکرده اید؟ خیلیکم نکردم. احساس نکرده اید؟ نکردم، لیکن بفکرم هسته آدم به دشمن نمیشود. خب، لیکن ما از دشمنانم همین دشمنم رقابت که بسیار چیز دشمنی باید پیدا می شود.
شما از رقابت میترسید یا نمیترسید؟ نه، من همه وقت محنت میکنم، محنت میکنم، محنت میکنم، زحمت میکشم. من یکون چیزی هست که قبل جون ظریف از اون در زندگی ترس داشته باشد. از چی میترسید شما؟ از چی؟ از کی؟ از نامردی میترسم که خودم یک شعر دارم. خب. ای خدا جان، دوستی جانی را با من دشمن مکن، حال غمگینی مرا بر ناکسان رفشن مکن. من ندانم کی به من دوست و کدامش دشمن است، همه اش رفشن به تو هیچ امتحان مکن. خورشیدی جهان مرا جهانگر مکن، از بحری تمام رنگی مرا زرد مکن. از بحری تمر رنگی مرا زر کردی، محتاجی دری خانه نامرد مکن. محتاجی دری خانه نامرد مکن. بسیار خوب. سلامت باشید. سلامت باشید. آقای قابل جان، وقت آخر اندیشه رایج است که با پیدا شدن ژانرهای نو در صنعت تاجیکی به مثل رپ مثلا استراد اینقدر روز تا روز پیش رفته ایستاده است و اندیشه در بین مردم وجود دارد که ترانه های خلقی، عموما سرود های خلقی آهسته آهسته هر قدر که استراد پیش می رود، رپ پیش می رود، ترانه های خلقی و خب دیگر ژانرهایی که وابسته به فولکلور هستند با ایجادات خلق هستند، یعنی طلبات با اونها کمتر می شود. می خواستم نظر شما رو در این موضوع بگیرم. من دیگه کسی نمی دونم. من بردی من از سرودهای خلقی بود. در خوردی همین ارزو میکردم که سرودهای خلقی رو خونم. خودتون هم می دونید چندین بار ما صحبت کردی بودیم. همین چیزی که یافتم من با همین سرودی ملی خودم یافتم. و 2007 ما سفر کردیم به تهران. در همون جمع وقتی که لباس ملی تاجیکانه پوشیده برآمدم، باور کنید اگر دیگه دولت ها سیتگی خونده بودن ما رو نموندن، من 4 سرود خوندم. همه هم سرود های ملی بود که انمی در دل دیدی مردم جاشده است. این اگر به قله های بلندش رسانه هیچ جوانه هم گوش میکنن. حاضر در ولایت سوخت همه سرود ها رو گوش میکنن دیگه، با سبک و اسلوبی جوان ها با همون اسباب های برقی. من همین یه هفته که در همونجا بودم در همین عید نوروز، باور کنید همین سرود های خلقی بسیار خوب پیشکشی مخلص ها گردانده‌ایم که در دل دیده مردم جا شده است. این سرود ملی و لباس های ملی ما اصلا، یعنی طلبات با اونها همیشه بسیار زیاد میشود. همین جوانه هم بینید آزید سرود هایی که پیش بود از هنرمند های اصیلی پیش بود، همه را رو گرفته و زنده کرد ساده این در دلیدی مردم. بازخوانی کرده ایستاده. البته بازخوانی کرده. نظر شما با این بازخوانی ها چی گونه است؟ اگر سویت های خود شما را بازخوانی کنند، شما چی گونه قبول میکنند؟ بازخوانی حلال باشد. نمی توجیکانه بگویم اگر به قلش رسانند خوانند، نکه به قلش که نرسانند نخوانند. شما همچون یک هنرمند کسبی، همچون یک هنرمند پروفسیونالی بگیم، با صنعت امروزه تاجیک، با صنعت جوانان چگونه بها میدهید؟ جوانای خوبم هستن. من گفتم که این یک چیزی نیست که همین من حافظ میشم گفته برم در روی صحنه خواندن گرم. این بسیار زحمت طلب است. برای هنرمندی موفق شدن چی مهم است؟ چی نقش رو میبازد؟ محنت و باز یک چیزی دیگه است که شاعر میگو دانه تا در خاک نافتد کی به بالا قد کشد، قدر آدم هم بلند از خاک ساری میشود. خب جوانی که هنر دارد، استعداد دارد ولی پول ندارد، در شرایط امروز میتواند وای محنت کند، زحمت کند، یک روز نه وای بالای صحنه میبرد، بالای آب میبرد. میگن که همین زحمت کشد. خودی منم یاد دیخانواشه بودم. منم یکی من از خورده همین میگویند که شما در ایام بچگیتون در کوه و دشت رما میچروندید. سرود میخوندم. سرود میخوندم. همین وقتی که در دهه درو میکردیم سملات میگذشت، من میگفتم هر روزی میشید باشد که من سملات شینم. من روزی بود خودمونی میرفتید یعنی؟ البته روزی بود که من همین مرا در همین ترکتورم بار نمیکردن. من گیره میکردم، سرود میخوندم و همین گفتم که به یک مرد 40 هنر کم است میگویند. نکی من یک هنر از صدق دل دوست داشتم و امروز همون 40 هنر میپوشاند. جواب همون 40 هنر میگرداند.
خب سر یک موضوع دیگر میخواستم همراه شما صحبت داشته باشیم. با اونی که مناسبت های تاجیکستان با کشوری همسایه ازبکستان خیلی گرم شدن، رابطه های فرهنگی هم بین ما و ازبکستان خیلی خوب شد وقتای آخر و تستیس هنرمندای ازبک به تاجیکستان سفرهای هنری انجام میدن. چرا هنرمندان ما هنرمندان تاجیک کمتر به ازبکستان سفر میکنند؟ کدام یک مانعه ها هستند یا که هنرمندان ما رو در ازبکستان خوب نمیشناسند؟ منت در چیست؟ نمیشناسن چه به بادشبسی پیشوای معظم ما پریزیدنت محترم ما امام علی رحمان و پریزیدنت جمهوری ازبکستان محترم مرزیایف شوکت مرزیایف بینید که سرحدا کشاده شد. من هیچ از یادم نمی رود و یک تا ما پنج پسر رو در آیلی ما پنج پسر یک خواهر، اما یک خواهر چه گویم بتوند همین سمرخان با اکم شوهر برامد و هیچ از یادم نمیرد وقتی که مادره که عزیزم پدرود گفتن مایا اوه نمیتونست بیاد. من چقدر عذابا کشیده پاسپورت گرفته دادم وای با پنج ساله گرفته دادم ده ساله گرفتم وای یک تکیک بود وقت گیریست و نتونست امین نروی زنده مادره بیند نروی خونکی مادره بیند و امروز شکرانه انمی دو پریزیدنت شکرانه پیشوای معظم ما که همین سرحد کشاده شد. من امروز هر هفته وای در خونه تواند بیا در خانه من از در خانه برادران من هست و در خانه در کشلاق هر هفته اونده می رود. خود شما با کشوری چندین بارو رفته من همین چپانه که دیده ساده چپانه ملی تاجیکانه من همینه از سمرقندی باستانه گرفته آوردم. من از خوردم ارزو میکنم که چکر یک لباس یابم که همین ملی باشه. واقعا بسیار مزه بد باشه. باور کنید اینه بود این یک طرفه نه دو طرفه میپوشید. رستم جان یک طرفش پوشیدم من دوم طرفش پوشیدم. بسیار عجیب. سلامت باشید. بسیار خوشبختی از خب شما از درگذشت مادرتون اینجا یادآور شدید و امسال من فکر میکنم برای شما از اون نگاه سالی کمی دشوارتر هم بود که مادر از اون که از یک آزمونه بود خوشتامانی بهترین در آزمین خوشتامان جای اول است گرفته بودن در 89 سالگیشون پدرو گفتن بسیار یک زنی با فرهنگم بودن 35 سال دیرکتوری مکتب کار کردگی. در باره قصه خانه‌دارشوی شما بسیار آوازه ها و هنگامه ها زیادن میگن که وقتی که شما با همین اوله حضرتان عاشق شده و دوست داشتید هیچ کس جرأت به خواستگاری رفتن نکرده و خودتان خواستگاری رفته اید. همین راست است یا چگونه بود؟ خواهی کم ما هر دموقتی اویلیم همسیم بودیم. خواهی معلمه یک سیاستی سیاست داشتن معلمه بودن 35 سال دیرکتوری مکتب کار میکنن. اگه وقتی که همین مکتب میگویم همین مکتب میدارم بودن باور کنید بعضی طلبا همین خیلی میحروستن که هم دوست می داشتند با همیز که یک سیاست چونه شناندگی بودن یک حرمت و احترام شنان بود تار همین باور کنید تار وقتی همین پدرود بودشون بسیار حرمتشون بلان بود. حکم تقدر نصیب بود از ما همراه همسیم فکی بودیم. حکم اون وقتا چی می گفتن در عرفیت می گوین که کرپت بینو همی خیلی یک مقال هست با پاید نگاه کرده قبضان می گفتن. همین خیلی ما یک بچی دهقامه چی بودم یکی من بسیار دوست می داشتن اون کس می دونستن که شما من بسیار دوست می داشتن از اون مایه دیگه من پخته می رفتم یک مایه دیگه بودم اینه همه وقت می گویم پخته می رفتم و اونجا وقتا چی بود ظفر آباد هم همین دو تا سرود می خوندم دیگه مایه دیگه که بودم مردم دوست می داشتن حساب همه خودی رئیس های کلخوز می نوستن یعنی پخته نمی چینده دو سرود می خوندن 25 هم می چینده کم دیگه همین سرود من از تمام چی رهایی کرد در یک روز چند کیلو پخته می چینده میچیندم که 50-60 کیلو میچیندم دیگری چه همه آواز در نومش میرم آواز با همیشه چی میکر که با اون کس میگودم اوکی این با سوال جواب باشه از این چخیل میشود قصه خواستگاری چی شد؟ قصه خواستگاری چخیل شد که برادر میگفتم خیزید فرید همیشه ناز اون کس یه چی گفتم که بعد گفتم که نه و اونجا من چخیل میفرم من گفتم خیزید فرید همیشه هر چی دیگه همه چیز ناز خمن خدا رو بشکر من همیش تو وحشیده کنم با سیاست دی همین سیاست با بلندی کردگی شما از اونی که با امین همسرتان خونه دار شده اید پشیمان نیستید؟ نه یک بار دیگر به دنیا بیاید باز همین کسا انتخاب میکنم چون فرزنده خوب
فارغ از کار شما فارغ از فعالیت هنری با چی کار مشغولید؟ با چی خیلی میبیم خرقتی همون آیلی خود فرزندکای خود شغلی دوست داشته خوبی دارید؟ شغلی دوست داشته دارید؟ البته در ورزش فوتبال در ورزش فوتبال خب با میبیم همون خونه با هم با میبیم با همون خونه هم با سرود خانه دیگه با سرود خب شما با فعالیت پسرتون همچون آواز خون چگونه به امیدید؟ من راست چگم اول زید بدم اگه مادرش میگفت که هم در خانش هست اینه بینید که گردش فلکه بینید که حاضر همون نبیره که من عمر جان من وقتی که همین در ماشین هم میشیند مون نگوید بعد برابری من همین میکروفون گیری همین چیزی که باشد سرود میخونه بعد برابری من سرود میخونه اول زید بدم ثانی دیدم که همین برنامه یک برنامه ویم در فیلارمونی گرزانده بودیم برامد سرود خوند همین مردم چپق زد قرصق زدن قبول کردن همین هنرمند چقدر گمتونه همین خیلی هنرمند میباید باشد که در دلی دیدی مخلص جا شود مخلصی خوب مهنت کردیم زحمت کشید برای همین با امروز مخلصی خود را دارد خب در میخواستم در انتها از یک سرود نو خودتان یک باره برای مخلصای شما و برای مخلصان افتنامه اویله یک باره قرائت میکردید ستونی خانه دل است فرزان ستونی خانه دل است فرزان دو دل را میکند پیوست فرزان شکوفت غنچه نخلی امیدد چو گیرد دست را بر دست فرزند چو گیرد دست را بر دست فرزند سلامت باشید سلامت باشید خوب در انتها من میخواستم یک دعا از شما برای آغاز سامانه آیله و برای تمام برای کار و باز در آخرم میگم که شکری هر یک پاره نام میکنم شکری خاکی تاجیکستان میکنم تاجیکستان این دل و جانی من است شکری هر یک خانه ای آن میکنم شکری خاکی تاجیکستان میکنم شکری خاکی تاجیکستان میکنم تشکر سلامت باشم خوب بینندگان عزیز این بود یک صحبت خیلی کوتاه ما با هنرمند محبوب قابل جان ظریف اما شما از سامانه ما دور نروید در من بعد در این استودیو هنرمندان مشهور دیگر تاجیک در مهمانی ما و شما شرکت خواهد ورزید و ما از سیر و اسرار ستاره ها آگاه می شویم در انتها فقط همین را میخواستم قید کنم که صحبت پوره ما را با قابل جان ظریف شما می توانید در شماره نوبتی هفتنامه اویله مطالعه نموید و اینجا عکس های بسیار عجیبی اویلوی قابل جان ظریف می شوند و ما رو من بعد در سامانه های اطلاعاتی جویا شوید با ما بمانید.